آقا یه لحظه بذار یه چیزی رو بهش توضیح بدم. یه لحظه. بازم که تو اومدی امیر لاشی. آقا به خدا من فقط اسمم امیره، وگرنه من مقصر نیستم. شلوغ نکن، نامه اعمالت اینجاست. شهادت اعضای بدنت هم موجوده. آره آقا قبول دارم من کردم، ولی من مقصر نیستم. همش زیر سر این شیطان پوفیوزه که زیر گوش من زرزر میکنه. این شیطان بیناموسو باید بیارین اینجا، وگرنه من که از طلا پاکترم. چرا داری گه میخوری؟ آقا هر غلطی که کرده خودش کرده، با خلاقیت خودش بوده. من هیچ نقشی توی گناهان این ملعون نداشتم. خیلی پررویی. ماجرای ولنجک رو یادت رفته؟ ماجرای ولنجک چیه؟ ولنجک چی؟ ولنجک چی؟ آقا برگشته به من میگه برو عرق بخور. گوه خوردی. کلا بهش گفتم دو پک برو بالا. آقا اینقدر بی جنبه بود که تا آخر شب تا چارلیتی سر میکشید. تو عرقم خورده بودی و ما نمیدونستیم؟ مگه نمیدونستی؟ نبود توی نامه اعمالم؟ نه، ظاهرا این یه مورد از دستمون در رفته بود. آقا اصلا این حرفا رو ولش کن. چند وقت پیش رفته بودم پیش فامیلای زنم، آدمم دیگه، یهو باد شکمم گرفت. تمام تلاشمو کردم که هیچ درز و دورزی ازم خارج نشه. آقا هی زیر گوش من وزوز کرد بگوز بگوز، با تضمین من قول میدم که هیچ بویی نداشته باشه. آقا چشت روز بعد نبینه. خفه شو تو. آقا چشت روز بعد نبینه. یه دونه ازم در رفت، تو 15 کیلومتری اونجا داشت بوی فاضلاب به منطقه 16 تهرانو میداد. خاک تو سر گوزوت کنن. آقا من گفتم بگوز، نگفتم برین که. ماجرای دختر عباس آقا چی؟ گفتی برو انگشتش کن. چی؟ انگشتش سخت شده بود، گفت ببرمش بیمارستان. اون 5 کیلو کوکائینی که گفتی از تایلند واردش کنم چی؟ اونم حتما تو تقصیری نداشتی. تو قاچاقچی هم بودی و ما خبر نداشتیم. آقا بیا اینو ببرینش. آقا تو رو خود منو نبرید، من بیگناهم. برو برو آدم شو. حیف درد زایمان ننت. آقا چه خبر کم پیدایی؟ به خدا سرمون خیلی شلوغه، همش یه پامون توی این وزارت خونه است. برو وزیر رو گول بزن، رئیس کارخونه چای دبشو گول بزن. گرفتاریم به خدا. بشین برات یه چای بیارم.